سلام، وقتتون بخیر باشه. منم ممنونم از همه دوستایی که به جلسه اضافه شدن و در خدمتشونم، و خیلی هم خوشحالم که ارتباط دارم با بچه ها و امیدوارم که حالا بعدا تو جلسات به عنوان شنوندم شرکت بکنم و استفاده بکنم از جلسات. من امیرحسین افشینفردم، دانشگاه یو بی سی کانادا، دکترای با اینفورماتیکس میخونم و بکگراندم هم کامپیوتر ساینس، یعنی کارشناسی و نرم افزار خوندم، ارشدم و هوش خوندم، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف با دکتر مدعری با اینفورماتیکس رو شروع کردم و حالا افتخار آشنایی خیلی نزدیک با دکتر شهرزادی رو هم نداشتم، به خاطر اینکه زمانی که ما داشتیم تموم می‌شدیم ایشون تازه اومده بودن دانشکده و خیلی فرصت نشد که من بتونم استفاده کنم از حضورش. ارائه امروزی که در خدمتتونم در مورد یه ابزاری هست که ما در واقع دیولپ کردیم و حالا عنوانش یکم طولانیه، ولی عنوان شامل همه چیزایی که تقریبا قرار امروز صحبت بکنیم در موردش و پر از جارگن و کلمه هایی هست که شاید مثلا به گوشتون نخورده باشه قبلا یا خورده باشه و ندونین حالا تو این کانتکست چه معنی میده، ولی بخش اعظمی از ارائه در مورد همین در واقع چیزایی هست که خیلی شاید واضح نباشه که چی هن. در مورد فیزیکال مپا، در مورد جینوم اسمبلی ها، در مورد لینک ریدا، و نگران این نباشین که یه ذره عجیبه شاید عنوانش. انشاءالله با هم دیگه روشون مرور میکنیم روی اسلاید ها، و اگه سوالی هم بود فکر کنم مدل ارائهمون امروز بتونه اینجوری باشه که اگر سوالی بود بتونین در حین ارائه هم بپرسین. فقط فکر کنم یکی از عزیزان باید منو حواسش به چت باشه و منو اینتراکت کنه که بتونم جواب بدم. البته اگه سوالاتون چیزیه که از فهم موضوع عقبتون نمیندازه میتونینم بذارین آخر کار که خیلی هم وسط ارائه استفاده زیاد نشه. ممنون، من با اجازهتون شروع میکنم. خب این ابزاری که ما دیولوب کردیم اسمش فیزلره و حالا قبلا هم جای دیگه ارائه شده و خواهم گفت و پیپرش هم سابمیت کردیم، هنوز نتیجه‌شو نگرفتیم، ولی کلمه فیزلر از فیزیکال مپ آف لینکریز یا فیزیکال مپس یوزینگ لینکریز استفاده گرفته شده و خب برای اینکه بفهمیم یعنی چی باید یکی یکی این مفهوم ها رو مرور کنیم. من اول در مورد فیزیکال مپ ها صحبت میکنم. احتمالاً پروژه هیومن جینوم رو قبلا به گوشتون خورده یا حتی در موردش بهتر از من ممکنه بدونین. پروژه که در واقع حدود 30 سال پیش استارت خورد و سال 2001 تقریبا فکر میکنم تموم شد و توی این پروژه برای اولین بار ژنوم انسان رو موفق شدن که سیکونسش رو توالیش رو بخونن و داشته باشن. اینجا خیلی مختصر من پایپلاینی که به وسیله اون این کار کردن رو آوردم، ولی اگر دوست داشتین در مورد این موضوع بخونین، خیلی موضوع جذاب و جالبیه و خیلی پروژه طولانی هم بوده و یه رقابت جالبی هم بوده بین دوتا گروه سر این قضیه که اینم حالا جذابتر میکنه داستان. ولی به این صورت بوده که اینا آمدن همونجور که تو تصویر میبینین کروموزوم های انسان رو شکوندن به قطعات ریستری، یه سری چیزهایی ساختن به نام لارج اینزرت کلان. حالا من سعی میکنم بیشتر کیوردی برم جلو که اگه خواستین بیشتر دمش بخونین از این استفاده کنین. یه سری لارج اینزرت کلان درست کردن که حالا اینجا شماره 2 میشه تو این تصویر. بعد برای که این قطعات رو بتونن بدونن کدوماشون با هم اوورلپ دارن، با یه سری آنزیمای خاصی اینا رو کات کردن که از جای مشخصی کات بشن، و حالا اینجا هم توی تصویر شما 3 میبینین که یه سری خطوط عمودی هست، اینا کاتایی که توی اینا خورده. این باعث میشه که اینا شامل قطعات همطولی بشن و بعد اینا رو از جل الکتروفورسیس که عبور بدن میتونن ببینن کدوم یکی از اینا با هم قطعات هم طول دارن و اون نشون میده که اینا اوورلپ دارن. به کمک اون اوورلپه میتونن یه مپی بسازن از اینکه کدوم قطعات با هم دیگه اوورلپ دارن در طول کروموزوم. یعنی الان شما شکل شماره 5 رو میبینین که یه سری قطعات داریم و اینا یه در واقع گرافی ازشون تشکیل شده که میگه اینا نسبت به هم مثلا همسایه‌ن و در واقع همین قسمت شماره 5 که بهش میگیم فیزیکال مپ. این فیزیکال مپ توی پروژه هیومن جینوم خیلی
موضوع خیلی مهمی بوده، چون که بهشون کمک کرده که بتونن مسئله رو بشکنن، به سیکونسینگ تک تک این قطعه به صورت مستقل و اینا رو به صورت مستقل اسمبل کنن و بعد این قطعات جدا اسمبل شده رو به کمک این مپه دوباره به همدیگه وصل بکنن، یعنی هم برای دیستریبیوت کردنش هم برای اینکه نتیجه نهایی رو با هم جمع بکنن از این فیزیکال مپ استفاده کردم. ولی خب مشکلی که این پروژه داشت همونطور که گفتم خیلی طول کشید و یه دلیل اصلیش هم همین بود که در واقع این مسیر ساختن این فیزیکال مپ خیلی مسیر پرهزینه و طولانی هست. البته الان توی اوردر چند ماه میشه اینو انجام داد، ولی بازم خیلی زیاد زمان زیادی میبره و خب این قابلیت اینا نداشت که همچنان ادامه پیدا بکنه و بخواد مثلا برای اینکه ایندیویدوالی تک تک آدما رو سیکونسشون رو به دست بیاریم از این روش استفاده بکنیم، چون خیلی هزینه‌ش هم بالا، زمانم خب میبره. به خاطر همین تکنولوژی ها پیشرفت کردن و یه نسخه جدیدتری اومد و توی اون این نسخه جدیدتر شما دیگه لازم نیست که همچین لایبری پریپریشن خیلی طولانی داشته باشین و در واقع دیتاتون رو خیلی زودتر با یه لایبری پریپریشن خیلی کم هزینه و سریع و اتومات شده تقریبا میتونیم ببریم به سمت سیکونسینگ. سیکونسینگ رو انجام میدین روی کل دیتاتون، یعنی چیزی رو تفکیک نمیکنین، اسمبلی سیکونسینگ رو جدا انجام نمیدین، همه اینا رو میریزین توی دستگاه سیکونسر رو خروجی به شما در واقع حالا رید میده بر اساس تکنولوژی رانگ چورت و غیره و اون دیتا رو مستقیما میفرستین به بلاک اسمبلیتون. خب این خیلی هزینه ها رو کم کرد و خیلی قضیه رو سریعتر کرد، ولی یه مشکل خیلی بزرگی که داره اینه که به کیفیت اون روش قبلی نمیتونه به راحتی برسه. دلیل اصلیش هم اینه که خب تو مسئله قبلی شما مسئلهتون میشکست به اسمبل کردن قطعات جدا جدا و اینا خیلی جاهایی در واقع کوتاهی بودن که دیگه ریپیت ریجن توشون مثلا با جای دیگه حداقل وجود نداشت و کامپلکسیتی خیلی کمتر میشد و کار راحت‌تر بود، ولی اینجا همه رو با همدیگه دارین در واقع کار میکنین. ایده ای که ما میخواستیم به این پلتفرم به این روش جدید اضافه کنیم این بود که اون فیزیکال مپ هایی که توی تکنولوژی قبلی بود رو یه جوری دوباره معنی بکنیم واسه این فضای جدید، واسه این شرایط جدید. به خاطر همین گفتیم که ما یه مسیر دیگه ایجاد کنیم که این دیتا سیکونسینگ ما بیاد و ما از روی اون دیتا سیکونسینگمون یه دونه فیزیکال مپ بتونیم بسازیم. منتها این فیزیکال مپ قرار نیست فیزیکال مپ رید هامون باشن، چون رید هامون چیزای خیلی کوتاهی هم اصلا فیزیکال مپشون عملا یه جورایی میشه همون گراف های اسمبلی که داریم، ولی ما کاری با گراف های اسمبلی نداشتیم. می‌خواستیم فیزیکال مپی بسازیم واسه اون مولکول هایی که دادیم به سیکونسرمون، یعنی رید هامون نه، اون مولکول هایی که ریدها از اونها اومدن، چون این مولکول ها طولشون خیلی طولانی تر میشه در اوردر مثلا 50 کیلو بیس پر 100 کیلو بیس پر و غیره. و در واقع فیزیکال مپی که میخوایم بسازیم من تاکید کنم که از این مولکول هاست نه از ریدها، ولی دیتایی که داریم دیتای اون ریدها است و ما باید از اون ریدها استفاده بکنیم و نتیجهش اینه که در واقع اون در واقع تکنولوژی که استفاده میکنیم باید لانگ رنج انفورمیشن بتونن به ما بدن و بخاطر همین لانگ ریدها رو فقط میتونیم استفاده بکنیم و لینک ریدها رو، شورت ریدهای عادی رو نمیتونیم استفاده بکنیم. و خب تو این تصویرم من لینک ریدها رو یه جورایی سعی کردم تصویر بکنم که خب حالا در مورد اونها هم صحبت میکنیم. ولی خب خلاصه این قسمتی که الان روشنه میشه اون پروژه‌ای که ما انجامش دادیم. در مورد لینک ریدها صحبت بکنم، لینک ریدها خیلی مثل شورت ریدها، یعنی اصلا سیکونسر یکسانی هم برشون استفاده میشه، فقط یه تفاوتی دارن، اونم اینه که همه اون ریدهایی که از یه مولکول میان یا از یه دی ان ای فرگمنت میان رو با یه توالی مثلا 16 تایی 18 تایی بسته به تکنولوژیش تگ میکنن و حالا اینجا اون رو با رنگ من سعی کردم نشون بدم و شما تو تصویر شماره 4 میبینین که مثلا قطعاتی که مثلا 4 تایی که سبز آبی هستن اینا در واقع از همون مولکول بالایی اومده بودن و با یه خط باریک هم اینا رو به هم وصل کردیم. این یعنی 4 تا ما رید داریم که از یه دونه دی ان اف فرگمنت میان و اون تگی که بهشون زدیم به ما کمک میکنه که بفهمیم اینا از یه جا اومدن. خوبیش اینه که شما لانگ رنج انفورمیشن دارین، میدونین مثلا این ریدها از یک ناحیه یکسان اومدن و بعدیش اینه که اوردر اینا رو نمیدونین.
و یه مشکل دیگه هم داره که بارکد دیوزه، یعنی که ممکنه که اون چیزی که اون رشته که به اینا تگ میکنید برای چند تا مولکول یکسان بشه، یعنی رید های دو تا مولکول از دو تا ناحیه مختلف تو این تصویر بارکد یکسان گرفتن و این قضیه رو یه مقداری پیچیده میکنه. حالا جلوتر خواهیم دید که چرا پیچیده میکنه کار رو. در مورد تکنولوژیاش هم خیلی مختصر بگم، یه تکنولوژی که اولین کار کرد از شرکت تنکس جنومیکس بود و پلتفرم کرومیومش خیلی معروف تر شد، یه پلتفرم هم قبل از این داشت. البته من حالا برای که همه چیز رو گفته باشم، یه همچین چیزی رو اول ایلومینا در واقع استارت زد، ولی هدفش این بود که یه کار متفاوت تری بکنه که خیلی ممکن نبود و خیلی دووم نیورد و نتونست تو کامیونیتی جای خودشو باز بکنه، ولی به این شکلی که الان لینک تری داره میشناسیم، تنیکس جنومیکس اولین شرکت بود. ولی خب وقتی که ما داشتیم رو همین پروژه خودمون هم کار میکردیم و تقریبا آماده بود که پابلش بکنیم بر اساس این دیتا، یه شرکت دیگه این شرکت رو ازش شکایت کرد و گفت بر اساس پتنت ما این کارو کردن و اصلا کلا تکنولوژی جمع شد و هیچ آلترناتیوی هم وجود نداشت و ما دقیقاً کارمون اینجوری بود که خب به درد چی میخوره دیگه الان. ولی خب خوشبختانه بعدش یه شرکت دیگه اومد و دیتای مشابهی رو حالا با یه روش متفاوتی تولید کرد و ما هم حالا به یه ذره تغییرات موفق شدیم این دیتا رو هم خودمون بهش ادابت بکنیم که STLFR میشه این دیتای جدید، از شرکت BGI MGI هست و الان در واقع شاید پر استفاده ترین روشه. یه روش جدیدتر هم اومده، یه تکنولوژی جدیدتر هم اومده برای همین لینک رید ها که امسال معرفی شده. ادعاش اینه که قرار خیلی مناسب تر باشه. ما یکم با دیتایی که پابلش کردن هنوز مشکل داشتیم، ولی یعنی از نظر کوالیتی به نظر من خیلی پایین تر بود، ولی بعضی کارها رو میشه بهتر از قبلی هم شاید باشه انجام داد. خب برم سراغ این که چجوری ما مسئلمون رو فرمول کردیم. خب همونجوری که بهتون گفتم یه سری در واقع رید داریم که از یه سری مولکول اومدن و اون تگی که دارن نشون میده که از کجا اومدن. ما اومدیم گفتیم که به ازای اون تگ هامون یه سری یه گراف می‌خوایم بسازیم، به ازای اون تگ هامون نود می‌سازیم که حالا اینجا باز با رنگ نشون دادیم. پس به ازای هر مولکولی ما یه دونه نود داریم تو گرافمون، نه به ازای هر رید. و اگر رید های اون مولکول ها با هم دیگه اوورلپ داشته باشن، ما بین اون دوتا مولکول توی گرافمون یه دونه یار رسم میکنیم. یعنی مثلا الان اینجا این در واقع رید با این یکی رید با هم دیگه اوورلپ داشتن، به خاطر ما یه یار اینجا داریم. حالا ممکنه که اینو در واقع این همین کارم کردیم که این گرافو بر اساس میزان اوورلپ های جورایی وزدارم کردیم که حالا بعد فیلترینگ هم بتونیم روش انجام بدیم. این روشی است که ما اینو فرموله کردیم و انتظاری که داریم اینه که چون در واقع میدونین یه کاورج مشخصی داره سیکونسینگ ما و یه طولی هم کروموزوم داره، انتظار داریم یه گراف باریک داشته باشیم و طولانی، چون که این مولکول‌ها با هم دیگه با چند تا مثلا با 4 5 تا مولکول دیگه 10 تا مولکول دیگه نهایتاً اوورلپ دارن و این باعث میشه گراف باریک بشه. ولی خب این اوورلپ ها هی ادامه پیدا میکنه از اول تا آخر کروموزوم و این یعنی که باید گراف خیلی طولانی داشته باشه. ولی مشکلی که ایجاد میشه اینه که حالا نویز رو که کنار بذاریم، بحث نویز هم وجود داره، بحث بارکد ریوزی که گفتیم، یعنی که بارکد ها توسط چند تا مولکول استفاده میشن، باعث میشه که توی اون گراف ایدئالمون یه سری از نود ها با هم دیگه در واقع یکی بشن، از یه جایی از گراف با یه جای دیگه این دو تا نود یهو میشن یه نود و به همه چیزایی که وصلن همچنان وصلن. یعنی الان توی این مثال شما میبینیم که یه دونه نود ما وسط داریم که قاعدتا باید اینجا میبوده و به همسایه های خودش وصل میبوده، یه نود دیگه هم اینجا به همسایه های خودش، در واقع این دوتا با همدیگه شدن یه نود جدید و این دوتا قسمت از گراف رو به همدیگه گره زدن. و حالا فرض کنین که من عدد بارکد دیوز رو برای همه نودای این گراف، الان فقط همین یه دونه نود اینجوری شده که دو شده بارکد دیوزش، فرض کنین این کار رو برای همه نودا بکنم، یعنی همه نودا رو بارکد ریوزشون رو بکنم دو، چقدر این گراف میتونه پیچیده بشه و همه نوداش به هم دیگه گره بخورن و به هم ریخته بشه. خب یه مثال واقعیش هم اینجا داریم، اون گراف باریک و طولانی که انتظار داشتیم رو
این گرافش رو حساب کردیم و پلات کردیم و دیدیم که اصلا شده یه توپ گردی کاملا به هم ریخته، که حالا هیربال بهش میگن یه جورایی به این شکل، و توپ مو مثلا. و یه اسم دیگه هم که برش گذاشتیم این بود که سیاه چاله اسمبلیه، با این نمیشه اسمبلی انجام داد. و من حالا توی تصویر سمت راست اینجا در واقع زوم کردم روی ناحیه خاص، یه دونه مولکول خاص رو دست گذاشتم در واقع بارکد اینجا، چون ممکنه چند تا مولکول باشه، و توی تصویر میبینین که این نود وسطی اون مولکولی است که من همسایه‌هاش رو استخراج کردم. به جای که کل گراف رو رسم بکنم، فقط همسایگی یه نود رو رسم کردم، و میبینید که این یه دونه نود به 4 تا ناحیه مختلف وصله. اینا نودای دیگه هستن که رنگشون بر اساس شماره کروموزومه، و این نشون میده که این یه دونه نود به 4 تا کروموزوم مختلف وصله، یعنی 4 تا مولکول از 4 تا کروموزوم مختلف همین بارکد رو استفاده کردن، به خاطر همین در واقع این اون 4 تا ناحیه رو به همدیگه گره زده. و خب این یکی از بزرگترین مشکلاییه که ما باید توی روشمون حلش بکنیم. ولی خب روش کلی که کار رو ما انجام میدیم و اینجا براتون آوردم، که کلن فیزدر پایپلاینش چیه، ورکفلوش چیه. فیزدر اینجوری شروع میکنه، اینجوریه که دو تا فاز مختلف داره. فاز اولش فقط کارش اینه که فیزیکال مپ تولید بکنه، که حالا من شاید قبلتر در واقع روش تاکید نکردم که خود این فیزیکال مپ یه محصوله برای خودش. شما میتونین ازش توی اسمبلی استفاده بکنین، همونجوری که تو اینتروداکشن من گفتم، میتونین استفاده های دیگه بکنین، که حالا شاید اون استفاده ها زمان پروژه هیومن جینوم یا زمان قدیمی که سیکانسینگ انجام میشد خیلی پژوهش های معمولی نبودن، به خاطر این فیزیکال مپ ها اون زمان برای اون پژوهش ها استفاده نمیشدن، ولی الان میتونن استفاده شن. مثلا شما استرکچر وریشن ها رو میتونین با فیزیکال مپ ها ازشون کمک بگیرین، برای فیزینگ در واقع دی ان ای میتونین کمک بگیرین که مثلا ببینین که کدوم علیلا با هم دیگه ارتباط دارن و اینها. و پروژه های دیگه هم میشه بر اساس این تعریف کرد که همین در واقع ربط به آنالیز دی ان ای داشته باشه. ولی خب یه فاز دومی هم ما به این استفاده کردیم که یه کاربرد ملموسی هم داشته باشه برای اینکه بتونیم پابلش بکنیم، و اونم همون مسئله اسمبلی هستش که ما توی فاز دوممون یه دونه اسمبلی اولیه میگیریم، به کمک فیزیکال مپ اون رو کیفیتش رو ارتقا میدیم. حالا بخوام وارد جزئیاتش بشم، کارمون با استفاده از چند تا از ابزارهایی که قبلا تو گروه خودمون پابلش شده شروع میشه، که بتونیم یه مقداری نویز رو کم بکنیم و ریپیتر رو ماسک بکنیم و اینها، و بعدش میریم تو فضای مینیمایزر. حالا اینم باز کیوردی بگم، خیلی واردش نشم، ولی مینیمایزرها برای سیکونس انالیسیس و کارهای این سبکی خیلی زیاد استفاده میشن، به جای اینکه مثلا شما برای اینکه شما اوورلپ مثلا رید ها رو بتونین پیدا بکنین، مینیمایزرها خیلی میتونن بهتون کمک بکنن، که ایده اصلی در واقع الاینر مینی مپ هم هست. و در واقع میایم دیتامون رو ایندکس میکنیم که بدونیم هر بارکدی چه مینیمایزرهایی داره، به جایی که هر بارکد چه ریدهایی داره، ببینیم هر بارکدی چه مینیمایزرهایی داره، بر اساس اون مینیمایزرها و اینکه از مولکولای مختلف چه مینیمایزرهای مشترکن، ما یه دونه اوورلپ گراف میسازیم، که حالا این توضیحاتی که تا الان دادم مربوط به این قسمت بود و رسیدم به اوورلپ گراف. این اوورلپ گراف همون چیزیه که گفتم، یعنی ما بر اساس اینکه مولکولا در واقع بارکدامون رید هاشون چه اوورلپایی دارن، میام یه گراف میسازیم که متاسفانه همون گره خوردگی ها رو هم توشون دارن و یه چیز پیچیده و در هم ریخته میشه. و حالا کاری که باید بکنیم اینه که اینو گراهاشو باز بکنیم، که حالا جلوتر میبینیم که ما با کامیونیتی دیتکشن این کار رو انجام دادیم، و کاری هم که میکنیم مختصر اینجا بخوام بگم اینه که روی کل گراف حرکت میکنیم، برای تک تک نودهای گراف همسایه هاشون استخراج میکنیم، و توی این ساب گرافی که تشکیل دادیم محلی برای هر نود کامیونیتی دیتکشن انجام میدیم. چرا این کار میکنیم؟ چون که یه نود وقتی مال چند تا مولکول از چند تا ناحیه مختلف باشه، همسایه هاشون با همدیگه ارتباطات کمتری دارن،
یعنی مثلا یکیش از کروموزوم یک، یکیش از کروموزوم دو، پس با یه سری، یکیش با یه سری مولکول اوورلپ داشته، یه سریش با یه سری مولکول دیگه، که اینا داخل خودشون، داخل کامیونیتی خودشون با همدیگه هی اوورلپ دارن و کانکشن ها بینشون زیاده، ولی با اون یکی گروه کانکشن ها کمتری دارن و این میشه عملا مسئله کامیونیتی دیتکشن. و ما با کامیونیتی دیتکشن اینا حل کردیم. بعدش از اون در واقع گرافی که ساده شده و همون گراف باریک و کشیده خودمون شده، یه دونه مسیر انتخاب میکنیم، به جای اینکه گراف ریپورت بکنیم یه دونه در واقع مسیر توی اون گراف رو ریپورت میکنیم به عنوان فیزیکال مپمون، و این میشه خروجی مرحله اول، یا حالا خود اون گراف هم میتونه استفاده خوبی داشته باشه. توی مرحله دوم میایم مینیمایزرایی که مال بارکودا بودن رو میشکنیم به مینیمایزرایی که مال مولکول ها هستن. حالا شاید در این واضح نباشه، ولی ما مولکول هامون با هم میکس شده بودن دیگه، ولی توی مرحله اول تونستیم جداشون بکنیم. حالا میتونیم بفهمیم مینیمایزرا مال کدوم مولکول به طور خاص، به جای که مال بارکد مشترکشون باشه. بعد از همون مینیمایزرایی که در واقع اسپلیتشون کردیم استفاده میکنیم که فیزیکال مپی که داریم رو مپ بکنیم به اسمبلی ورودی. من بهتر بود شکلشم زودتر می آوردم. پس ما یه فیزیکال مپ داریم که از اول تا آخر کروموزوم ها رو انتظار داریم رفته باشه، و یه سری قطعات اسمبلی داریم که کامل نیستن، نتونستن کروموزوم رو کامل کاور بکنن. اینا رو شروع میکنیم مپ کردن به این فیزیکال مپمون، و اونایی که همسایه هستن رو میتونیم با هم دیگه به هم وصل بکنیم و اسمبلیمون رو بهترش بکنیم. این مسیر کلی بود که کار انجام میشه. حالا من یه بخش کامیونیتی دیتکشنش رو باز میکنم. خب همونجوری که گفتم، برای هر نودی ما این کارو میکنیم که همسایگیشو در میاریم و توی همسایگی میخوایم کامیونیتی دیتکشن انجام بدیم. و بعد که کامیونیتی دیتکشن رو انجام دادیم، یعنی الان مثلا شما این نود زرد رنگ رو ببینین، دو تا مولکول بوده که با هم دیگه یه بارکد استفاده کردن، بخاطر همین یه دونه نود داشته توی گراف و دوتا همسایگی داره که به همدیگه خیلی کانکشنی ندارن. این مثلا این کانکشن رو دارن به خاطر یه بارکد ریز دیگه، و مثلا یه دونه هم اینجا دارن به خاطر نویز. ما میایم از کل گرافمون برای این نود فقط همسایگی خودش استخراج میکنیم، خودش هم اکسکلود میکنیم، و توی این چیزی که حاصل شده کامیونیتی دیتکشن میکنیم. یعنی باید این دوتا رو بتونیم تشخیص بدیم که دوتا کامیونیتی جدان. بعد به ازای هر کامیونیتی یه نود جدید میسازیم و به اون کامیونیتی وصل میکنیم. این الان ما تونستیم این یه دونه نود رو در واقع تبدیل کنیم، این بارکد رو تبدیل کنیم به مولکولای تشکیل دهندش، و همین کار رو برای بقیه نودها هم اگه انجام بدیم، مثلا این نود آبی هم ممکنه مشکلش حل بشه. خب روی دیتای واقعی این چه اثری داشته؟ اون همسایگی کوچیکی که توی اینتروداکشن بهتون نشون دادم، توی در واقع مشکلی که داریم نشون دادم، بعد از انجام این کار تبدیل شده به این همسایگی سمت راست، و اون توپ گردی که داشتیم هم خب اینجا شکلش فکر کنم جا مونده، من شکلش رو حتما بهتون نشون بدم، ولی تبدیل شده به تقریبا 40 تا خط کشیده. خیلی جالبه که حالا رنگشون هم کردیم و رنگ کروموزوم های مختلفه، و یه جورایی قشنگ میبینیم که به ازای هر کروموزوم یکی دو تا گراف بیشتر هم نداریم، و خیلی خوب تونستیم فیزیکال مپ در واقع اون دی ان ای رو داشته باشیم، که اینا برای دیتای هیومن هم هست. برای انجام این کامیونیتی سکشنی که گفتیم، ما یه سری آپشن ها داشتیم، یعنی بالاخره کار شده روی کامیونیتی دیتکشن، و ما هم اون آپشن ها رو اومدیم بررسی کردیم. به جز چیزایی که پابلش شده بود، دو تا هم خودمون اضافه کردیم. یکی این بود که چون خیلی از ساب گراف هامون خیلی ساده بودن و خیلی این کامیونیتی از هم جدا بودن، خیلی ساده با یه عملیات ساده پیدا کردن بای کانکتد کامپوننتس ها تونستیم خیلی ها رو حل بکنیم مشکلشون رو، و این خیلی روش سریعی از بای کانکتد کامپرنس پیدا کردن، و اول از اون استفاده میکنیم، ولی خب خیلی چیزا میمونن. یه سری الگوریتما رو اینجا ریست کردم که حالا کوساین سیمیلاریتی شو خودمون به طور خاص با اون روش خاصی که استفاده میکنیم دیزاین کردیم، ولی بقیه‌اش همه پابلش شدن. ولی یه مشکلی که داره اینه که پرکتیکالی قابل استفاده تو مسئله ما نبودن، چون ما تعداد ساب گرافایی که میخوایم کامیونیکیشن انجام بدیم توشون
در اردر چند میلیون ساب گرافه که هر کدومشون بین 100 تا تا 1000 تا مثلا نود دارن. سایز ساب گراف بزرگه و اینا نمیتونستن که مسئله ما رو حل بکنن. به خاطر همین باید یه ایده‌ای هم توی این قضیه میزدیم که خب چجوری کامپیوتیشن رو انجام بدیم که توی زمان قابل قبولی قابل انجام بشه. یکی از ایده‌هایی که زدیم این بود که اومدیم اون ساب گرافی که داریم بررسی میکنیم و که اینجا حالا با مثال نشون دادیم که مثلا این دوتا کامیونیتی رو هم دارن، اومدیم به صورت رندوم شکوندیمش به ساب گراف های کوچیکتری. چون اگه شما اوردرا رو ببینین اینجا همه توانی هن و اگه اون عدد کوچیک بشه شما میتونین زمان خیلی کمترش بکنین، یعنی اگه سایز نصف بشه زمانتون خیلی کمتر میشه. و گفتیم یه رندوم میشکنیمش به ساب گراف های کوچیکتر توی اون در واقع بینایی که داریم کامیونیتیشن انجام میدیم، بعد نتیجه ها رو دوباره برمیگردونیم مرج میکنیم، اگه لازم باشه مثلا کامیونیتی ها رو با هم مرج میکنیم. و این باعث شد چیزی که مثلا توی 17 ساعت ما ران تایم میگرفتیم توی 5 دقیقه انجام بشه و چیزی که 19 روز طول میکشید توی مثلا 8 دقیقه انجام بشه برای دو تا دیتا مختلف، یکیش برای انسان یکیش برای گونه‌ای که میبینیم. خب اینجا هم آره مختصرا در مورد ابزاری که استفاده کردیم برای بررسی اسمبلی، یکم فکر کنم اسلایدام اینجا جا به جا داره، ابزاری که برای بررسی اسمبلی همون استفاده کردیم توضیح دادم، بذاریم بعد برمیگردم بهش. ولی خب آره، ما در واقع توضیح ابزار رو تموم کردم من الان و اگه برگردیم به این اسلاید و در مورد اون بلاک دیکانولوت کردن مولکولا یا کامیونیتی دیتکشن رو هم کاملتر توضیح دادم و حالا میریم سراغ در واقع ریزالت هام. خب نه مثل این که ترتیبشم درست بوده. آره قبل از اینکه بریم ریزالت ها رو بگیم من این ابزار معرفی بکنم. این یه ابزاری هست که اسم این ابزار خاص جوپیتر پلاته ولی بر اساس سیرکاس نوشته شده که یه ابزار بجوزیچن خیلی معروف هست که این پلات های گردی که میبینین همه جا که حالا تو فرمت های مختلف استفاده میشه همشون زیر مجموعه سیرکاس حساب میشن و باز جزء ابزارهایی هست که توی این مؤسسه که من هستم دیولپ شده. و این نسخه خاص کارش اینه که کیفیت اسمبلی ها رو براتون ویژوالایز بکنه که در واقع میبینین سمت چپ کروموزوم ها رو داریم، کروموزوم انسان رو داریم مثلا تو این مثال، سمت راست قطعات اسمبلیمون رو داریم و اینا مپینگ بینشون با یه سری ریبون رسم شده و نشون داده شده. اگر که میس اسمبلی شما زیاد داشته باشین باعث میشه که یه سری خطوط در واقع مورب هم داشته باشین که در واقع شکلتون رو یه ذره زشت بکنه. الان شبیه سیاره جوپیتر شده ولی اگه مثلا هرچی میساسمبلی بیشتر داشته باشین خطوطی که کراس میکنن خیلی بیشتر میشه و شکل رو یه ذره زشت میکنه. مثلا حالا یه تعدادی کمی فکر کنم نمیدونم اگه کیفیت اجازه بده خطوط موربی اینجا میبینین که مثلا از اینجا به اینجا وصل شده. و یه چیز دیگه که تو این ویژوالیزیشن مهمه اینه که این قطعات اندازه‌شون چقدره. یعنی الان اگه دقت کنی اینجا خیلی ریزن، توی شکل سمت راستش خیلی بزرگتر شدن و این نشون میده که اسمبلی خیلی کانتیگیدیش بالاتر بوده. و کار جدید که من روی ابزار کردم یه تغییر کوچیک بهش دادم این بود که مقایسه این قسمت ریبونیشون با همدیگه خیلی راحت نبود، چون الان شما همینجوری نگاه میکنین در واقع یه جورایی خیلی شبیه همین این دوتا و خیلی هم تمیزن. من اومدم کاری که کردم اومدم اینو تبدیل کردم به پلات کردن بزرگترین قطعات، مثلا 40 تا بزرگترین قطعه که حالا اونم که چند تا باشه بر اساس فرمولی به دست میاد و این شکل رو تبدیلش کردیم به این که حالا خیلی راحت‌تر قابل تفسیره که شما میبینین این یکی خیلی کاورج بالاتری هم داره، این کاورجش هم خیلی کمتره و اندازه 40 تا قطعه بزرگش هم قابل دیدن راحت با چشم، مثل اینجا زیاد پیچیده نیست و اینجا هم دوباره 40 تا قطعه بزرگ می‌بینیم و این خیلی قابل مقایسه شده. بریم سراغ ریزالت ها. ما 8 تا در واقع اکسپریمنت دیزاین کردیم، یعنی 8 تا اکسپریمنت مختلف رو داریم توی ریزالت هامون
دو تا دیتا ست مختلف و 4 تا اسمبلی مختلف. یعنی اگه یادتون باشه ورودیامون لینک ریدا بودن و یه درفت اسمبلی بود، لینک ریدا برای فاز اول، اسمبلی واسه فاز دوم که ما بهبودش بدیم. ورودی فاز اول دو تا دیتا مختلف داریم، ورودی فاز دوم 4 تا اسمبلی مختلف داریم بر اساس 4 تا تکنولوژی مختلف که هم شورت ریدا رو و هم لانگ ریدا رو خواستیم بررسی کنیم که ببینیم میتونیم بهتر کنیم یا نه. و دیتا هم که روش کار میکنیم هیومنه. توی این شکلا در واقع متریکایی که استفاده میشه برای بررسی کیفیت اسمبلی رو پلات کردیم. رنگ بنفش که ابزار ما هست، رنگ سبز آبی اون ابزار دیگه‌ای هست که الان استیت آف دی آرت، و مشکی هم که همون اسمبلی ورودی هست که لزوما قرار نیست چیز بدی باشه، چون اگه بدونید مثلا اسمبلی های لانگ ریدا انتظار میره که خودشون خیلی اسمبلی های با کیفیتی باشن که حالا اینجا میشه ستون دوم و سوم، سوم و چهارم ببخشید، و میبینید که این کیفیت اسمبلی لانگ رید هست که با مشکی نمایش داده شده. و آها من این پلات هم توضیح ندادم که معنیش چی میشه. روی محور ایکسمون ما تعداد میس اسمبلی ها رو داریم که کیلو بیس پیره، ببخشید تعدادشون کیلوه، یعنی ضرب در هزار رو بکنین این مقدارها رو. و روی محور وایمون هم NGA50 و NG50 رو داریم. برای که ساده ترش بکنم میتونین N50 رو سرچ بکنین و بخونین، ولی داره نشون میده که 50% از اسمبلی ما از نظر طولی اگه جدا بکنیم کوچکترین قطعش چه طولی داره. و حالا باز اگه دوست داشتین اینو سرچ بکنین N50 رو بخونین، بعد برای که این دقیق تر باشه تبدیلش میکنن به NG50 که اون 50% رو بر اساس طول ژنوم بررسی میکنن، و تبدیلش باز میکنن به NGA50 که الاینمنت هم انجام میدن و بعد اون قطعاتی که الاین شدن رو فقط بررسی میکنن. و البته هر دوتای NG50 و NGA50 کاربرد داره، مفهومهای متفاوتی داره و لزوما NGA50 چیز نهایی نیست که میخوایم بهش نگاه بکنیم. خب همجور که میبینید ما تو همه 4 تا تکنولوژی برای این دیتای خاصمون موفق شدیم اسمبلی رو بهتر کنیم، و اینم برای اون دیتا ست دوممونه، لینک رید دومی که داشتیم. یعنی الان ما برای هر کدوم از اینا یه فیزیکال مپ داریم، یه فیزیکال مپ برای این 4 تا، یه فیزیکال مپ برای این 4 تا. و اینجا هم باز موفق شدیم بهبود بدیم همه رو، و همونطور که میبینین همشون هم تا یه سقف نسبتا مشابهی رفتن. خب برای که یه حس بهتری از این عددا بگیریم، من این پلاتا رو هم براتون آوردم که نشون میده ما 40 تا بزرگترین قطعاتمون چقدر از ژنوم کاور میکنن، و اگه میس اسمبلی هم دارن، میس اسمبلی بزرگی هم دارن مثلا هست یا نیست. اینجا الان دیتای ورودیمون شورت رید بوده، یعنی اسمبلی که سمت چپ به عنوان بیسلاین میبینین بر اساس دیتای پیرد اند و مرد پیرد استفاده شده، با ابیس اسمبل شده و این کیفیتش بوده. ابزار دیگه که هست آرکس اونو تونسته به این شکل بهبود بده و این هم ابزار ماست و کاری که تونسته بکنه. این دیتای ورودیمون پک بای لانگ رید بودن، با فالکان اسمبل شدن و خب طول قطعه ها رو شما میبینین. آها من موسم فکر کنم نمیدید تا الان. طول قطعه ها رو هم اینجا میبینید و میبینید که طول قطعه ها چقدر بهتر شدن و کاورش هم بیشتر شده. اینجا هم دوباره ورودیمون لانگ رید بوده ولی آکسفورد نانو پور تکنولوژی بوده، و اینجا هم 4 تا در واقع ورودی مختلف رو به ازای 3 تا طول مختلف می‌بینید که بیسلاین یا ابزار ما یا اون یکی ابزار دیگه. و در واقع تو همه اینها طول قطعات بیشتر شدن و کاورش هم بیشتر شده. یه ابزار ویژوالیزیشن دیگه هم مخصوص این کار داشتیم دیولپ میکردیم که خب به پابلیکیشن اولمون نرسیده، ولی قصد داره که این ابزار جدید بتونه همزمان چند تا ژنوم رو با هم دیگه مقایسه بکنه و در واقع بر اساس همون سیرکاس
به علاوه یه ابزار دیگه به نام هایف بلاتس که اونم شاید براتون ابزار جذابی باشه، اینو داریم روش کار میکنیم. فیزله رو هم تا الان ما دو جا پرزنتش کردیم، یکی توی کنفرانس ISMB امسال و یکی هم توی یه جنتیکس کانگرسی بود که توی ایران اتفاقا بود و حالا این بیشتر بهونه ای بود که من قبل از اینکه بدونیم کرونا میخواد بشه میخواستم یک هفته بیشتر بتونم ایران بمونم و شرکت میخواستم بکنم توی این کنگره، ولی خب افتخاری شد که بتونم اونجا کارم ارائه بدم و به عنوان بیست اورال پریزنتیشن هم انتخاب بشه. و پیپر رو هم ما الان سابمیت کردیم و خب منتظریم که ایشالله نتیجهش رو بگیریم به زودی. تیمی که روی این موضوع کار کردیم و اینجا میبینین دوستایی از گروهمون که با من توی این پروژه بودن و اسپانسرای این کار. و این هم یه مختصری از ابزارهایی است که توسط آزمایشگاه ما دیولپ شده. حالا همه چیزها قطعا نیست، ولی این چیزی که الان اینجا آوردم ابزارهاییشه که واسه جینوم اسمبلی میشه استفاده کرد. فیزلر هنوز به اینا اضافه نشده، ولی خب شما میبینید که بر اساس تکنولوژی مختلف و بر اساس اینکه تو چه مرحله از اسمبلی هستین کدوم یکی از ابزارها رو میتونین استفاده بکنین. و آره، سمت چپم هم همون نمودارای سیکاسی هست که بهتون گفتم، اون ویژوالیزیشن گرتی که خیلی شاید معروف شدن. و این چنین، من در خدمتتون هستم، سوالی اگه داشته باشین خوشحال میشم که با هم دیگه روش فکر بکنیم و به جواب برسیم.